دیگه تنها سخن از نوامیس ایدئولوژیکی مجاهدین نیست، بلکه نوامیس آرمانی و میهنی تمام ملت ایران است. خوشا به این طهارت و پاکیزگی و رهایی و آن کس که این رو پیرفکند، یعنی مریم. اگر که به من میدان بدهید بیشتر و بیشتر میخواهم. یادتون هست که در آخرین نشستی که مریم هم بود جز اون سفین دعای ما یکی سلامتی و حفاظت مریم بود. منتهی خواستم از مجاهدان رکاب مریم و همه هموطنانمون در خارج کشور، به خصوص از خواهرانمون، حفاظت مریم است در آن بلاد، چون که رژیم دیوانه و مجنون شده است و نمیداند سر خود را به کجا بزند، به در اشرف یا به دروازه تابرنی. آی بچه های خارجه، یادتون باشد. و آخرین نکته، به خصوص اونهایی که میگویند ساعتها و حتی روزها در انتظار تماس بوده اند، با انگشتان و دستانی درد گرفته، خواسته افسوده به خاطر همون احساسات و زلالی و پاکیزگی دل و روح، مخصوصا از اونهایی که توی خیابونهای تهران یا شیراز و تبریز و سایر شهرها با پذیرش چنین خطری مثل یک عملیات اقدام به تماس می کنند، دعاییست، خواستم دعاییست برای شایستگی و دانستن قدر این نعمت و این منت برای خودم و برای تک تک مجاهدین. تا این روزها و این صحنه ها و این حماسه ها رو از یاد نبرند، تا بر مسئولیت و وقار اونها افزوده شود، تا ظرفیت و لیاقت این اعتماد رو داشته باشیم، تا این کارزار بی امان از خانواده همبسته و متحد خلق رو و مجاهد خلق رو و اشرف رو در این سو و آن سوی جهان چنان که باید به سرمنزل مقصود برسونیم. هر چه بگویم کم است، اما این مبحث رو با مصرعی از عماد رام تمام میکنم. یادتون هست بچه‌ها که در همین جا و در همین سالن میخواند که من شمالی هستم، بوی باروت میده دستم. یادش بخیر. میگفت که منم ستاده چو یوسف درون چاه محبت، منم که گوشه گرفتم به خانقاه محبت. طبعی که این کارزار بزرگ یاری و همیاری رو که تکاچک شمشیر زنانش از این سو تا اون سوی جهان رو در بر گرفته، به مریم باید گفت، هم به این خاطر و هم به خاطر حماسه های مستمری که خودش و زادگانش در سراسر جهان خلق میکنند، که خبر میدهد از فصلی نوین، از روزگاری نوین،
از همدلی و همبستگی و بازگشت اعتمادهای پرپر شده و خیزشی عظیم در سطوح مردم ایران که اینها تنها نمونه هایی شد با سیب لیسانسیهی که ناگزیر به کارگری ساختمان رو آورده و نخستین درآمد اندکش رو علی رغم نیاز شدید به اون نظر شما می کند چه باید گفت؟ من حرفم این است که این رزم بی امان و این آتش سوزان و گدازان با رود خونشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان ضامن پیروزی مکتوب خلق ما. یک نکته هم خواست خود شما بگویم، فکر نکنید که من نفهمیدم که شماها چه کلکی زدید. شماها چون که مهاتره هستید جایی برای خرج عیدی 10,000 دیناریتون نداشتید و الا چون که این برادران را سالهاست من میشناسم و الا همین 10,000 دیناری رو که شاید برخی ها ندونند معادل 8.5 دلار است در سال، حتما تا حالا بارها خرج کرده بودید برای ساندویچ چلچراغ. چون که معاصر هستید و دیگه امکانشو ندارید اینو نزد سیمای آزادی کردین، درست فهمیدم یا نه؟ فرمودم درست فهمیدن کسانی که این پیشنهاد رو به شما دادن؟ این هم همان پولیست که یادتون باشه عیدی رو مریم رسم کرد از آخرین نوروزی که با هم بودیم و رفت. فرمودم درست فهمیدم؟ بله. آها، پس بهتر است که در برابر خلق قهرمان خوب افشا بشوید که نقطه عظیمت شما چه بود. اون قطعه ای رو که اون سال مریم پاشو توی کف کرده بود که باید به اینها عیدی بدی، آیا آن را دارید؟ یاد دستتون میکنم بلند نوشته که به دفترچه هر کدوم 10,000 دینار بریز، من به تو کمک میکنم. ببین پس خواهر مریم، ببین بعدن زیر قراردادتون جلو جمع ندارین. ببین نگاه کن، همه مایم لکم رو من بیرون میریدم. ها همه نگاه کن، این چه مالیه؟ بعد بقیهش هم نشون میدم. ببین میخواد با تکتکو بدیه بقیهش نشون میدم. خیلی خوب، تو همین کاری که گفتی من میکنم، ولی برای آخرین بارتون باشه. خب این مال تا سرنگونی و بعد سرنگونی و هر سرنگونی که ازش میگیرم.